اون سلطان شکره. این رو مخالفای نظام نمیگن و عباس پالیزدار عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه در دهه 70 سلطان شکر بودن آیت الله ناصر مکارم شیرازی رو علنی کرده بود. در اون سال مافیای مکارم 700 میلیارد تومان برای مختومه کردن پرونده فساد در بازار شکر هزینه کرده بود. دفتر این مرجع نزدیک به بیت رهبری 20 سال بعد کل ماجرا رو تکذیب کرد، اما مایک پومپئو برآورد کرد که آیت الله شکر 100 میلیون دلار از تجارت مافیای شکر به جیب زده. حالا قاسم مکارم شیرازی مشاور رستم قاسمی وزیر راه و نوه برادر آیت الله مکارم شیرازی در حین دریافت رشوه یورویی دستگیر شده. اون با نفوذ ناصر مکارم شیرازی شبکه زمینخواری پردیس تهران رو تشکیل داده بود. این تنها موردیه که دفتر این مرجع تقلید بخشی از ماجرا رو پذیرفته و از اساس منکرش نشده. آیا همچنان درازگوشای پیدا میشن که یک پنجم سود مکاسبشون رو به جیب این عمامه بسرا بریزن؟ هشتگ بیدارشی.